وقتی نفت از دل یک میدان در دریا استخراج می شود، مسافت نسبتاً طولانی را تا خشکی طی می کند تا برای فراوری به تأسیسات بزرگی به نام پالایشگاه برسد. اما آیا می شود فعالیت این تأسیسات بزرگ را هم در دریا انجام داد؟ برای پاسخ به این سوال باید سفری به یکی از این میدان ها داشته باشیم. چقدر طول میکشه ما تا به مقصد برسیم؟ 1 ساعت و 10 دقیقه. ما بر فراز آب‌های نیلگون خلیج فارس، میدان مشترک فارس جنوبی و در فرود بر روی شناور فراورشی کوروش هستیم. تمام عملیات استخراج از جای نفتی، فراورش و استانداردسازی نفت، ذخیره سازی در این مجموعه در حال انجام است. استخراج نفت و انتقال آن به شناور اولین مرحله تولید در اینجاست. لای نفتی فارس جنوبی با کشور قطر مشترک است، موضوعی که سبب می شود تولید لحظه ای متوقف نشود. تمام تلاش خودمون رو می کنیم که تولید رو چی همیشه سرپا نگه داریم و وقفه ای در تولید، کار تولید به وجود نیاد که خط قرمز ماست. عشق خدمت به وطن را سرمشق کار خود قرار داد. تحصیلاتتون چیه؟ لیسانس مهندسی کشتی هستم، دانشگاه دریانوردی چابهار و فوق لیسانس مهندسی زیر دریا از دانشگاه استراسکلاید انگلیس. شما چرا انگلستان رها کردین برگشتین اینجا کار کنین؟ کار نبود اونجا براتون؟ کار که بود، پیشنهاد کاری هم داشتم، عشق به خدمت به وطن بود بیشتر، دوست داشتم برای کشور خودم کار بکنم که برگشتم. بعد از تکمیل روند فراورش، نفت به مخازن شناور منتقل می شود. حدود 650,000 بشکه ظرفیت ذخیره سازی داریم ما. 12 تا مخزن ذخیره سازی نفت داریم و 12 تا هم مخزنی داریم که آب دریا رو می گیریم برای بالانس کردن کشتی. کلیه فعالیت‌هایی که روی این شناور فراورشی انجام شد به این نقطه ختم میشه و برای یک هدف ما میایم توی مرحله صادرات نفت وارد میشیم. این توربین صادراته، نیاز است که ما دو تا از این توربین‌های صادرات رو استارت بکنیم و در ساعت 25,000 بشکه نفت رو دو تایی میتونن صادر کنن. این والو نهایی ما هست که باز میشه این بالا، به منیفولد تانکر بسته میشه و نفت میتونه از سمت ما پمپاژ بشه به سمت تانکر. یک پیام از پارس جنوبی با آنها که هزاران کیلومتر آن طرفتر نقشه صفر کردن صادرات و کاهش تولید نفت ایران را میکشند. همون جمله مقام معظم رهبری که شطور در خواب بیند فهم بدانه، با اتکا به توان داخلی و نیروهای متخصص و امکانات موجود داخل، اتفاقی که اونها تصور میکنند برای ما نخواهد افتاد. مصطفی بزرگ‌نسب، باشگاه خبرنگاران جوان.